من امیدوارم دیگه این دفعه درست شده باشه و نه لایف قطع بشه و زیبا هم بتونه بیاد بالا. اصلا دلیل قطع شدن لایف نمیدونم چیه، نمیدونم چرا از لایف میافتم بیرون. خب خب حل شد، نمیدونم چرا هی میافتادم بیرون از لایف. خب اشکال نداره، اگه افتاد ما یه کار که میکنیم موچه از این برمی افته به عینک من بعد میریم خب لایف شب میذاریم اون موقع آره دیگه. خیلی برام جالب این هدبندی که من برای سهر بافتم و سرت کردی، خیلی خوب شده با این بلیز سهر آره شدی. با این بولیس از آنها فکر کنم اینجوری بهتر شد. آره با آره یه دفعه احساس کردم، دیدم از صبح داره به من چشمک میزنه میگه من استفاده کن. بعد دیگه همه چی خب خوبه. من فکر میکنم الان که نت خوبه، جا تو عوض کردی؟ نه جا ما عوض نکردم، همینجا نشسته بودم چون معمولا شما لایف میگیری میبینم زیر این فرشه هستی و میدونم که اینجا نت خوبه. فکر میکنم مشکل از اینستاگرام بود نه از نت احمد آقا. خب باش اوکی، اونجوری هم گفتی دیگه چیزی. خب همه حرفا پشت از خودت. خب باش خوبه، بگو. من اول که خیلی جالب شد از یه جنبه که این کنسل شدن مسافرتت، حالا میخوای که تعریف کن که چرا کنسل شده؟ آره من امروز قرار بودش که احمد آقا زحمت بکشه منو ببره فرودگاه و قبل از اینکه اصلا ما حرکت بکنیم چک کردن که پروازا چجوریه، چون همیشه احمد آقا چک میکنه مثل اینکه. ببین من یه چیزی بگم، باید اگر میخوای هی احمد آقا احمد آقا کنی چون من عصبی میکنه، من لایو رو ترک میکنم، تو میتونی اوکی برور چون که من حس میکنم یه جوری هی میخوای که نمیدونم دیگه، به هر حال منو چون عصبی میکنه و من میتونم حداقل همین کارو بکنم به خاطر اینکه خودم داره. اگر هی اینجوری بکنیم ادامه بده. باش. نوشته بودش که این پرواز کنسل شده، یعنی پروازی که من قرار بود برم کنسل شده دیگه، ما نرفتیم فرودگاه و من برای سه شنبه تیکت گرفتم که بتونم کسایی مثلا آذر افغان رو من خیلی دوست داشتم ببینم و آذر هم منو دوست داشت ببینه، ولی برنامه‌مون جوری برنامه‌ریزی شد که دیگه من چهارشنبه بعد از اون گشت و گذاری که توی مرکز شهر داشتیم که خسته بودم و گفتم دیگه طول می‌کشه و نمی‌رسیم، ولی این یه موقعیتی هم به وجود میاره که منم آذر ببینم. و جالب اینه که تا دیدیم روی اسکرین که این فلایت کنسل شده، اسکرین شاتش هم پست کردی توی کانال، من خیلی خوشحال شدم که کنسل شد. آره راستی الان برای این لایو فیلتر گذاشتی یا خود استفاده نه فیلتر دیگه نه؟ خودم، یعنی فقط یه نور اینجا روشن کردیم ما نه همین که خواستم بپرسم. اضافه اینو، آره اوکی ادامه. دلیل خوبه به این دلیله. نه نه فقط خواستم ببینم چون بچه ها چند تا پرسیدن. خب یکی دیگه هم این است که ها میدونم درست دارم میگن تلفنم رو عوض کردم، تلفن چون من قبلا از این تلفن سامسونگ 21 استفاده که به میکردم من برای هدیه لایو کردی، گرفتم. اینم نشون بده که به من هدیه کردی. آره. بعد این که دارم ازش، چون من اینو دیگه ریست کردیم و این امان این دیگه دست من نیست دیگه، اینجا دست احمد. وقتی فیلتر نیست دیگه قبول کن، این که نمیاد که الان این مسئله رو به خاطر این مسئله داریم پرسیدیم. شما گفتید فیلتر، ما گفتیم خدا از فیلتر استفاده کردی، گفتی نه. اما من از کلام تو استفاده برای من کافیه. خب ادامه. آره حالا سوال هر چی که دوست دارم. بعد دیگه چی داشتم میگفتم؟
آره من خیلی خوشحال شدم اتفاقا که این برنامه کنسل شد. جالبه. اون حالتت هم بگو که گفتی که صبح چه حالتی داشتی، گفتی که صبح که اخواب بیدار شدم مثلا دوست فکر کردم مثلا اگه چقدر کم بود کردم، کاش که مثلا بیشتر میموندم، مثلا از اولی که میخواستم بکنم یه همچین حالتی به دست. بعد وقتی که ما روی اسکرین هم دیدیم که این کنسل این مشکل داره و حالا به آلمانی نوشته بود، اونو اسکرین شات آلمانی هست که ما گرفتیم بر شما فرستادیم، من خیلی دیدم وای اون چیزی که میخواستم یه جورایی شد دیگه. خوش خیلی جالب بود، خیلی که بعد کنسل. کلمه آلمانی بود. آره شما آنولیریه، آره ها، آنولیت یعنی آنولیت. آره که آره ابزاگن. و خب من رفتم دیدم که آلمانی به ترجمه کرده، خب احتمالا یه اصطلاحی من نمیدونم. بعد بغلش هم یه دونه آره یعنی هست شده، این بغل لندن بود. آره من برای اینان زدم به چیز ترنسلیتور، بعدش دیدم که چیز نوشته کنسل اشتورنیرن، حالا آلمانیش اینجوری حالا، ولی خب دیگه این کلمه جدیدم یاد گرفتیم، خوبه. بعدش خب پس تو خوشحال شدی، ولی من اتفاقا من بعد از ظهر بود یه دفعه گفتم احمد، با توجه به شناختی که از احمد دارم، احمد خیلی چیزه، مثلا همیشه زودتر میره، دقیقتره تو برنامه ریزیوش، ولی یه دفعه دیدم که تو داری در مورد سوالای سینا رو جواب میدی توی گروه. آره که چون نوشته بودی که برو به خود این کجاست تو رو جواب میده؟ یه لحظه ساعت با کردم، بعد گفتم نه نمیتونه با هم دیدم بیرون خودم اینترنت نداشتم. درست، چون من بیرون خودم اینترنت نداشتم، مگر اینکه مثلا فرض کن اینقدر زود باشه که آدم بره توی فرودگاه و اینا، نمیخوند با اون حال. یه دفعه زنگ زدم گفتم که این شما کجایید، که بعد گفتی. و خیلی جالبه که اصلا کنسل شدن و تو گروه هم مطرح نکرد. کی فهمیدی کنسل شده؟ کی فهمیدیم؟ دو سه ساعت قبل. دو ساعت و نیم قبل. دو ساعت و نیم قبل؟ نه دیگه، دو ساعت و نیم قبل. دو ساعت قبل از اینکه با شما صحبت کنیم. دو ساعت و نیم. بعد چه جوری فهمیدید؟ نشون میده دیگه. توی اسکرین شات برای شما گرفتیم. چه جوری به ذهنتون رسید؟ به ذهن کی رسید که بره چک کنن؟ بذارم جلوی ساعتش. بعد یه خط ردیفه که خورده میاد اینجا سوم نوشته بود آنولیه. میدونی چی میپرسم؟ این فکر تو بود که بری اصلا، میخوام این برام جالبه، این فکر تو بود که بری آنلاین نگاه کنی؟ صبح چک کردیم، بعد استادیم که یکی دو ساعت مونده این کار انجام بدیم، دو سه ساعت مونده انجام بدیم، نگاه کردید دیدید قرمز جلوش. آره آره. بعدم یه خوردم منتظر شدم شاید برعکس بشه نشد. آها اوکی صبح دیدید اینجوری، بعدم خواستید بگید چون این نمیخونه با اون شناختی که من از احمد دارم، مگر اینکه از قبل آدم بدونه که مگر یک کم آخه این اعتصابات هواپیماها هست، خب این طبیعیه که مثلا یه چکی بکنه آدم ببینه که این اعتصابات تموم شده یا نه. خب یه این مسئله هم هست. خب خوبه. بعدش مرسی که احمد رو نشون دادی. بعد خب بعد خب بعدش دیگه اون موقع که این شد و دیگه به گروه هم خبر ندادی که کنسل شد. من اولی به من پیشنهاد کردن، گفتن سری برو فلایت تو بوک کن که دوباره که آره. بعد من میخواستم که اونو بوک بکنم، بیشتر اون برام مهم بود تا اینکه بیام خبر بدم، چون حالا منم اتفاقا وقتی که رسیدم برگشتم، وقتی کنسل شد مسافرت من به آلمان،
موقعی که ترکیه بودم، وقتی رسیدم هیچ کاری نکردم، گفتم اولین کاری که باید بکنم اینه که بوک کنم مسافرت بعدی رو. بعد نشستم اونجا، بعد و خیلی هم جالب بود اتفاقا، خواستم این دفعه برخلاف نظری که بچه ها بچون اعتراض میکردم، میگفتن چرا به ما نگفتی که چقدر ما میخواییم بمونی اینجا، خودت انتخاب کردی. بعد من اونجا برگشتم از هر ستاشون پرسیدم، بعد گفتم بچه این تاریخ خوبه، این تاریخ خوبه، این بعد دیگه با نظر اکثری، یعنی دیگه همه اوکی شدن، بعد این کار کرد. خب الان من قانع شدم، یعنی برای خودم جای سوال بود که این فاصله این چیز آره بوک کردید و برای کی؟ شنبه ساعت 9:05 خب میرسم. خوبه، برخورد خانوادت چطور بود؟ اولین کار کردی؟ مسیج گذاشتم، البته نمیدونم چرا توضیح ندادم که فلایت کنسل شده، اصلا اینم نگفتم، فقط در مورد کارم گفتم، چون این اینترویو که من دارم گفتم دوشنبه هفته دیگه جواب قاطع میاد، یه ذره در مورد اینترویو توضیح دادم که برام مهم بود، بعدش هم گفتم من تا سه شنبه اینجا هستم. فقط آذر یه جمله نوشت، مواظب خودت باش. هانی هم نوشت که مرسی خبر دادی. اینا منتظرت بودن؟ آره دیگه میدونستن پنجشنبه. آها، بعد وقتی گفتی که گفتی کنسل شده. نگفتم کنسل شده، گفتم من سه شنبه میام. یادم رفت بگم کنسل شده. نمیدونم، شاید از یه ذره بجسی خودم من بود، میخوام بسن ببینم چه ریاکشنی نشون میدم. خواستم بنام دلیل نگفتی کنسل، گفتی سه شنبه میام. در مورد کارم توضیح دادم، گفتم سه شنبه میام و تا سه شنبه خونه احمد میمونم. بعد هیچ ریاکشنی نشون ندادن که بعد گفتم مواظب بخواد. تکستم و تلفنم رو به احمدم نشون دادم، گفتم واو، مثلا یه جمله نوشته بود آذر مواظب خودت باش، هانی هم نوشته بود باشه مرسی که خبر دادی، یعنی در حد دو تا جمله نوشته بودن، همین، هیچ چیز دیگه ننوشته بودن. خب خیلی جا. بعد اینا هیچ وقت نخواستن با احمد صحبت کنن توی این مدت؟ نه، ولی اتفاقا چقدر جالب اینو گفتی، از ذهن من گذشت که یه کار خیلی قشنگی احمد که کرد دیروز که منو یاد خانوادم انداخت. من اینجا که اومده بودم خیلی حساسم، خیلی خیلی اتفاقا برای من شخصا افتاد، من خیلی بالا پایین شدم، همش تمرکزم روی خودم بود و مهار کردن این احساسات خودم، خوب برخورد کردن، اینقدر که انرژیم روی خودم بود، به هیچ چیز و هیچ کس دیگه‌ای فکر نکردم، و اینم که بخوام کسی رو با کسی آشنا بکنم، مثلا با خانوادم در تماس باشن، مثلا اونم نبود اصلا. و میدونم که آذر لایوا رو نمیبینه، خب، و فکر میکنم که هانی هم برای آرامش خودش تصمیم گرفته لایوا رو نبینه، و در این مدت هم من هیچ، چون که وقتی که من صحبت این شد که من میخوام برم آلمان، خب هانی گفتش که من این بار تصمیم گرفتم که این کار رو با خودم نکنم، اینقدر هیجان مثلا روم تاثیر بذاره، لایوای تو رو نبینم و خودم رو دور نگه دارم. برای همین نمیدونم حالا این وسط، من دیگه اونجا نیستم، نمیدونم اون وسط کسی با اینا تماسی بگیره، چیزی بگه، یا هیچ اطلاعی ندارم، و من هم این مدت نخواستم هیچ تماسی با اونا داشته باشم و اونا هم هیچ گونه تماسی با من نگرفتن. یعنی این بود، امروز بود که، یعنی کل تماس شما یه بار اول که اومدی اینجا گفتی که من رسیدم، یکی هم امروز که گفتی که من بله. چیز یه خدافزی کردم دیگه، یه خدافزی هم به هانی هم به آذر کردم. خب برای همین نمیدونم، من فکر میکنم که اگه لایوا رو میدیدن مشتاق میشدن که شاید با احمد صحبت کنم. این حس
منه، ولی از یه ور میدونم که آذر اصلا نمیبینه و میدونم اگرم آذر چیزی میفهمید از طریق هانی بود که میمد تعریف میکرد، ولی هانی گفت من دیگه این تنش رو نمیخوام. ولی یه کار قشنگی که احمد ما داشتیم در مورد کلن نمیدونم شعر چیزا صحبت کردیم، گفتم من مامانم خیلی شعر دوست داره، خیلی کلن خیلی کتابای شعر داره و مولانا اینا میخونه، و احمد یه کتاب قدیمی فریدون مشیری رو به من داد، گفت اینو بده به آذر. و یه چیز دیگه خوشگلم به من دادم احمد که اینو من خیلی برام سورپرایز بود، رفت یه دونه، من اینا رو میخوام نشون بدم یه لحظه، نشون بده، یه تسبیح آورد، گفت این کتاب فریدون مشیری نسخه نمیدونم خیلی قدیمیه. میدونی اینو کی داده؟ نه اینو کی داده؟ اون آقای که مامان مصاحبه داشت میگفت من مهدی صفدری هستم، بعدم محمد کوثری در اومده، نمیدونم چی، بعد داشت میمد گفتش من یه کتاب خیلی قدیمی دارم اینو آورد، بعد من گفتم که باشه بیار به درد احمد، و حالا احمد اینو ده خیلی کتاب، مثلا احمدم گفت من میخوام، خیلی خوبه، حالا جالبه این رسید به چیز. خب بعد یکی هم گفتش که هدا من میخوام اینو تو داشته باشی از من، یه تسبیحی که 30 سال دست منه، اینو نشون بده ببینم. آره دیدی یه چیزی رو بردش من دفت و سوراخ قایمش میکنی، من چون وسایلامو جمع کرده بودم اینو خیلی اینو نشون بده. بعد یه سوال دارم. او 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 آره اینو من انقدر قایم جالب شد چمدونم، یعنی چمدون که نه تو کوله پشتیم که این الان که قدیمی پاره نشه یه وقتی تسبیح، چون اول من چند بار سر همش کردم. ای بابا بیا. بله بیا 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 خیلی چه اون اگه اون تسبیحی باشه که حالا باز خود احمد بریزه بپرسم. احمد سرسون. بله احمد این همون تسبیحی که همیشه دستت بود؟ چی؟ این همون تسبیحی بود که همیشه دستت بود؟ ببین دست دور ما چم گذاشت اینه، این همون تسبیحی بود که همیشه دستت بود احمد؟ آره آره اینه بود، خوشش اومد بهش زدن. او 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 احمد چه کار جالبی. آره اون هیچ وقت تو اینو از دست نمیدادی. باشه دیگه بالاخره اینا یه روزی همه ایشون من از دست میدم دیگه، حالا دیر یا زود. دادی به آذر؟ نداد آذر، ندادی به آذر، اینو داد به من. اونی که دستته چیه پس؟ سب کن اونی که دستته، احمد اونی که دستته چیه؟ چون نشون بدون. آره این همین که عطخانی آورده بودن تو به من دادی همینه. نه اینو پسره که وای اینو که من داشتم، پسره که تبریزی چیز بود، یه پسری بود که با یه بکیسه آفرین فهمیدم اسمش یادم، ناصر هم قشنگ گرفتی اون تا، پس اونو باز کردی، خیلی خوبه خیلی خوبه عالی، خوش باشی اونو به استفاده رسوندی، اینو دادی، عالیه عالی. خب خیلی اتفاق بزرگیه. اینم دادم به من، اینم استفاده مال خودت، یعنی به خودت داده نه به آره. بله. اون کتاب مال آذر، اون کتاب مال آذره که خب این خیلی معنا داره، خیلی عالیه. خب بریم جلو. الان که چیز کرده بودم، ما اینجا نشسته بودیم، الان یاد گرفتم اینطوری. نه خوبه به خاطر اینکه چیزه تس لمس، حالا لمس تراپیه و این خیلی خوبه، شما با هر اگر اون تسبیحایی هم که هست اینا سنگای اصلیه و شما هر چقدر که لمس بکنید، ما حتی توی کلینیکی که بودیم یک کوچولو بیا پایین سرت دیده بشه. آره
بعدش تاستن تراپی خیلی مهمه، خوبه لمس کن، خوب ادامه بده. دیگه اینم همین دیگه. خلاصه فکر میکنم جواب سوال این برای جالب بود که بدونی خانواده من آیا مشتاق بودن که انقدر من در خونه احمد، واقعا احمد که میگه دختر منی، منم واقعا مخصوصا بعد از دست دادن پدرم یه حس عالی عالی. قبل از این که بیای اگه یادت باشه منم خودم با خودم برنامه می گفتی که من دوست دارم بیشتر، یعنی اصلا برم، یعنی اصل اون مسافرتت برای خونه احمد بود که واقعا هم همینطور شد. می گفتی که دلم میخواد برم اصلا سرمو بذارم روی پاش گریه کنم یا اصلا با این ارتباط نزدیک رو برقرار کنم، و این ارتباط نزدیکم بین شما ایجاد شده و کاملا محسوسه و من نشون نمونش از همین دو تا حرکت کوچیکی که هست که یکی اون کتاب رو داد، چون کتاب خود احمد کتاب شناسه، اون کتاب قدیمیه، و یکی این تسبیح، تسبیح که همیشه دستش بوده، و اینکه انقدرم به هر حال تمام رفتارهاش برخورداش اینا من دارم میبینم دیگه چقدر برای تو، اینکه حتی پول رو گفته من تو بی پول موندی دیگه تو این مدت، که بعد دیگه بیرحمانه بی پول موندی دیگه که پول تو رو چنج نکردن که بهت یورو بدن، و خب خود همه اینا نشانه های عشق و محبت احمد به تو بود. و این چیز یه اتفاقی هم امروز صبح امروز افتاد، نمیدونم چی گفتی ولی من قد خندم که اپوش احمد رو بقید سرش رو ماچ کردم اینجاش از پشت، بعد خیلی خودش رو نکشید همون جوری خیلی خوشم. امروز صبح در مورد پدرم و اینا حرف میزدم و نه. گفتم نه نه آره آره تو لایف گفتم احمد از تماس بدنی مثلا لایف رو ندیدم. پس چی رو گفتی؟ یه چیزی گفتی خندیدم. نه من خودم این اتفاق برام امروز افتاد. من فکر کردم لایو رو گوش دادی، چون تو لایو گفتم که وقتی یکی از بنگستاری از بچه ها پرسیدن در مورد تو، بعد میگفتن که خب تو چرا مثلا خواستی لب هدا رو ببوسی، چرا مثلا خب هدا رید رو به تو نمیدونم فلان و بهم از این حرف. لایو هست دیگه، حالا کار نه، ما هم گفتیم آره در واقع این کارو کردی، حالا رید یا حالا اسمش هر چی که میخوایم بذاری، یا خیت کرد یا نمیدونم کنف کرد یا ناراحت کرد، همه اینا همش هستش. احمدم که دیگه کلا چیزه باعث یعنی کلا اون که تماس بدنی در رابطه با تماس بدنی مقدار دافعه داره، ولی این که حتی این اینجوری بغلش کردی خب این نشانی خیلی خوبیه، قشنگه. خب بریم حالا جلو در رابطه با خب دیگه این کار این خیلی خوب بود. بعد آذر افغان یه چیزی رو در مورد آذر افغان گفتی، اون خیلی جالبه. بعد من در مورد احساسات خودم هم نسبت به این مسافرت تو و این مسائل اینا بعد من حرف میزنم، ولی یه خبر خیلی خوبی در رابطه با آذر افغان دادی که این نشونه باز مهارت تو در ارتباطات جمعی هست، که کسی که به من الان دافعه داره به تو جذب شده و این خودش خیلی مهمه. خودت تعریف بکن. من که با آذر افغان داشتم صحبت میکردم، اتفاقات اگنس اون هم بود، یعنی ما ستایی داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه، و آذر افغان دافعش از این بود، حس میکرد که چون که شما به من پیشنهاد داده بودی، گفته بودی که من پیشنهاد به تو میدم زمانی قرار بذار با آذر افغان که اون حاضر باشه به تو کارت شناساییش رو نشون بده، و آذر افغان نسبت به این مسئله خیلی دافعه پیدا کرده بود. گفتم خب چه اشکالی داره، من به اگنس گفتم من ترجیح میدم دوستیام از 100 تا بشه 2 تا، ولی اون دوستی‌ها روی صداقت باشه و عمق زیادی داشته باشه، حتی اگه این دوستی‌ها پر از فراز و نشیب باشه. مستقیم با خود آذرافغان صحبت کردیم. بله 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 من داشتم با آذرافغان صحبت می‌کردم، اگنس هم داشت گوش می‌داد. آها
بعد کی زنگ زده بود به کی؟ اگنس زنگ زده بود به احمد و من داشتم از تلفن احمد صحبت میکردم که ایشون هم شنیدن صحبت ها رو تا یه حدی. نفهمیدم. اگنس، آذر اگنس زنگ زده بود به احمد، تو داشتی از چون تلفن احمد صحبت میکردی، بعد خب اینجا آذر خب اون افغان چی میکرد؟ واتساپ، اون توی واتساپ شما میتونید خب نه، جوین کنی آها آدم ها رو. اونم یعنی اد میکنه. کی اد میکنه؟ اگنس آذر افغان رو اد میکنه. خب یعنی شماره پس آذر افغان میفته، پس چون وقتی اد میکنه شمارش من میفته. نمیدونم تلفن رو احمد داد دست من و اون آها تلفن اون صحبتی که ما آها. دیشب رو خب چون کردیم رو به من الان نمیده. متوجه شدم، چون بعدن که شماره آذر افغان رو خواستی و آگنس نداد، پس چون تلفن احمد بود تو نداشتیش. بله، وگرنه به من داده بود آگنس. من جو تلفن، بله چون درسته. آره آگنس آذر میگه که من نمیدم شماره رو، درسته؟ نه نگفت آذر نمیدم، قرار بود بده، گفتم آذر نداد شماره رو به من و این دلیلش این بود که من اون وقتی که من رفتم خونه چک کردم دیدم داده، تو این فاصله من آها نداشتم، در صورت پس شما آها گرفت. اوکی، پس خیلی خوب شد اینم سوء تفاهم رفت شد، چون من با خودم فکر کردم که آذر اگنس عمدن شماره نه آذر افغان رو نداده، پس اینم نه حل شد بعدم که اون داده. درسته، خوبه این، چون من بعد غیبت درمانی که میکنم درست بکنم دیگه. آره اولا خب اوکی، اوکی. پس اینو بعدا که خواهش داشتی، یعنی وقتی شماره رو از من گرفتی نیازی نبود دیگه، چون همون داده بود. بله اوکی برو جلو. خب، بعد من به آذر، آذر گفت من مشکل، آذر افغان گفت من مشکلی ندارم که مثلا این کارت شناسایی رو نشون بدم به تو، ولی وقتی که مثلا ولی احساس میکنم که باید با زور نشون بدم یا یه کاری به امری میشه حالت دافعی میگم. گفتم آذر این مسئله ای نیست، من اگه دوست داشته باشی پاسپورت هم میارم، تو میتونی اسم و فامیل و تاریخ تولد و محل تولد منو بدونی، موبایلم هم دستم، هر اطلاعات دیگه که تو دوست داشته باشی من تا اونجایی که با هم همراه هم باشه، نمیدونم شناسنامه جواب کپی شو دارم، حالا هر چیزی که اینجوری هر سوالی هم که تو بخوای من میتونی هم جواب بپرسی. آره بعد من چی گفت؟ جواب میدم. بعد گفتش که باشه، من وقتی که تو رو میبینم حاضرم بیارم به تو نشون بدم، ولی دوست ندارم مثلا عکس و اینا بگرفتش. گفتم نه نه لزومی نداره. گفتم حالا خوبه، نه فامیلیه در اینا واقع تو تو اون صحبت من هم این نبود که عکس بفرسته، بلکه این بود که به تو نشون بده که تو بدونی اصلا اسمشو. خب حالا اگر به تو نشون بده اسمشو نگاه میکنی و فامیلیشو نگاه میکنی دقیق، یعنی که فقط همین آورده باشه کافیه. من دوست دارم ببینم فامیلیش چی. آخه فامیلی چیز خب خاصی نیست که کسی اما مثلا من قایم میخوام بکنه. هم اسمشو بدونم هم فامیلیشو. اوکی، بعد اگر تو تاریخ تولد و مشخصاتش هم که ببینی که خوب خوبه دیگه، یه بخشی از هویت فرده. خب یه این از چیزی کما توی این که پرواز من بگم، آذر اگنس این دکومنتاشو که فرستاد در رابطه با فلوریس بودن و تمام اون مدارکی که فرستاد، چقدر حس ما رو بهتر کرد، عینی تر کرد. خیلی آفرین. و من هم خیلی این وسط دیگران دست نشن که تو آگنس چرا زیر فشار گذاشتی که بره این مدارکش رو بیاره. هیچ گونه فشاری از طرف من و که آذر باید این کارو بکنی، برو وردار بیار، اینطوری نبود به هیچ عنوان. آذر خودش یه آدم مثلا یه مدرکی داشته باشه افتخار میکنه دیگه، میزنه به در و دیوار، بعضیا میزنن اون تابلو میکنن و اینم یک مهارت. دو تا مدرک گلارایی هم داره و حتی اینا رو که نشون داد و پس مشخصه که وقتی که میگه من رفتم هم داره درس خونده، آره اینا نشون داد، خودش هم اضافه بر اون حتی شناسنامه آلمانیش هم عکس گرفت و این واقعا از نظر مدارکی رو بگم، اون از من خیلی جلوتره تو آلمان. آره جلوتره از نظر مدارک. خب بریم جا. همین مسئله یه پوینت مثبت برای آذر اگنس شد، آذر فوقی شد. خب این مسئله در رابطه با یه سوال دیگه دارم در مورد اون کال سه نفریتون که آذر رو اد کردید، آذر افغان رو اد کردید.
آذرافغان احمد رو دید؟ نه ندید. نه چون فقط وایس بود. تلفنی ما داشتیم صحبت کردید. وایس کال از اگنس به احمد کرد. آها وایس کال بود نه ویدیو کال. اوکی. نه نگفتم ویدیو کال بود. گفتم نه من تصویرم این بود که ویدیو کال بوده. برام جالب بود. خب اوکی وایس کال بود و بعدش دیگه خب ادامه بدیم. بریم جلو. خوبه؟ تا اینجا که خیلی خوب بوده. بعد دیگه تو دوست داشتی که آذر افغان رو ببینی و با هم برنامه میذاریم. آذر افغان هم دوست داشت من رو ببینه. این اسم مشترک بود. و یه چیز دیگه هم که چون من وقتی که رفتم خونه اگنس این سال از من پرسید و بعد هم دوباره این سال پرسید گفت آیا زیبا تو رو ترغیب کرده تشویق کرده که بیای منو ببین؟ گفتم نه من خودم دوست داشتم بیام ببینمت و حتی اگه و اینم از لحاظ عملی هم این رو هم بدونی که من اگه یه جایی بخواستم فقط بیا زور کرده بودم خودم رو مجبور به این کار کرده بودم شب خونش نمیموندم من خودم با کمال میل خونت موندم و خیلی هم صحبت کردیم و من خودم آذر فوقی آذر فوقی آذر اگنس این حرف رو پرسید که زیبا من خیلی دوست داشتم که ببینمش آره. این سر واقعیت به خاطر اینکه خودت هم دوست داشتی هرچند که منم دوست داشتم که آره شما اصلا قبل از اینکه من برم تو از قبل از اینکه بیای یکی از برنامه ها در آذر وایس داده بودی بهش خب دقیقا آره. تو قبل از اینکه بیای چون تعداد افرادی رو که تو ذهنت بود یکیش آذر فوقی بود بعد من به تو گفته بودم که ببین خودت هم متوجه شدی که آذر فوقی خیلی تو رو دوست داشت این و برادرش ایژن ایژن هم مثلا باش ویدیو کال کردیم صحبت کردیم با ویدیو کال با اون بیشتر صحبت کردم خب اونا خیلی تو رو دوست داشتن جدا از حتی اون موقعی که تو با ما رو بلاک کرده بودی اونا ناراحت بود اونا میگفتن ما خودمون خیلی دوستش داریم خب این خیلی خوبه این در مورد آذر دیگه بریم جلو احمد گفته که آذر فوقی رو همون آذر حالا چون اگنس خیلی دوست نداره آذر فوقی یا آذر اگنس حالا میگیم دیگه هر دوتاش هم قشنگه میخواد دعوت کنه احمد برگشت گفتش که چون تو به من یه انتقادی کردی انتقادتو میتونی بکنی بگی الان آره یه صحبتی که کرده بودی گفتی که من تجربه به من ثابت کرده که وقتی که من بذار قبلا مثلا بچه بگم که نمیدونم من آذر در واقع اگنس و آذر فوقی رو و زیبا رو به یه رستوران ایتالیایی دعوت کردم و حتی اونجا آذرم گفتش که ولی من شنیدم تو بدهی داری گفتم آذر بدهی من در 12500 تا است اینو گفت خب... نه اینو به من نگفت اینو پرسی آره آفرین پس آه. من اونجا که گفتم که آفرین پس این مسائل من میخواستم که اینو ببینه بدونه آره من بهش توضیح دادم گفتم ببین من که رفتم طلامو فروختم حالا جواهراتم فروختم زودتر قسطمو دادم من با قسط ماهیانش مشکلی نداشتم من ماهی 668 پوند میگیرم هیچ واسه خونم هیچ هزینه ای نمیدم از اینا 333 پوندشو من هر ماه خیلی راحت دارم ده. من میخواستم زودتر اصلا زودتر تموم بشه وگرنه اینجوری نیستی که من اگه این پولو نداشته باشم و ما با کمال میل تو و زیبا رو دعوت میکنم و یه چیزی که آذر ناراحتش میکرد و میگفتش که من از صبحونه خوردن با لایف گرفتن این دوربین لذت نمیبرم من گفتم یه کامپرومایزی بشه گفتم هیچ کس هم دوربینش رو نیاره یعنی منم نیارم شما هم نیاره اونم که هیچ کس استفاده نکنه و ما بشونی صحبت بکنیم و نسبت و گفتم آیا دعوت ما رو میپذیری و خیلی گفتن انگار میخواد شرط بذاره شرط نبود یه چیزی بودش که با یه محور دیگه یک قضیه رو داخل شدن بود از نگاه من و آزمم قبول کرد به خاطر اینکه از طرف من بوده یعنی من شخص ثالث بودم دعوت شده
تو قبول نکردی به دلیل اینکه گفتی که به من تجربه ثابت کرده وقتی که من تلفنمو نمیبرم بعدا آدم ها نمیدونم پای حرفاشون وای نمیسه، هیچی رو نمیشه ثابت کرد. و نقد من به تو این بودش که تو خودتو آزر که نبودی، یه شخص سومی هم بود که بالاخره نظر بده، پس اونجوری نبود که اگه بیای پس فردا حرفی رو بزنی نتونی یک شاهدی نداشته باشی، مگر اینکه تو فکر کنی من حقگو نیستم. از اینو به تو نگفتم، گفتم یعنی شاهدی آره. داشتی. و از یه بار دیگه هم اینه که گفتی یه پیشنهاد دیگه دادی، پیشنهادت این بودش که من پیشنهاد میدم که دوتا آذرا رو، اگنس و آذر افغان رو، خونه احمد دعوت بکنی، احمدم که خیلی مایل است که به تو خوش بگذره، دعوت بکنی، موبایلم نباشه و با هم دیگه دور همی داشته باشیم. و من بازم یه نقد دیگه به تو کردم، گفتم ما خودمون میتونیم اون برنامه رو با هم بذاریم. برنامه ریزی که من کرده بودم این در مورد ما ستا بود و مهمتر در مورد تو و آذر اگنس بود و اینو خب اصلا ندیده گرفت. بعدش که من این انتقاد رو کردی، دیروز بود اومده بودی خونه من دیگه، پری دیروز نه تو پری بود، آره دیروز پری تو دیروز بکنم بود، دیروز تو آره دیروز تو دیروز آره دیروز بعد که اومدی خونه من بعد اینا انتقادا رو کردی، گفتم اوکی خیلی خوب، حالا که اعتصابم نیست، از احمدم پرسیدم به شما با بلیت اومده بودی، گفتم الان ما میتونیم این کار رو در حد کافه نه در حد رستوران بپذیریم که ستایی بریم رستوران، چیز کافه نه رستوران که غذا باشیم، در این حد میپذیرم. که بعد اونجا احمد چی گفت؟ احمد الان بپرس که چی گفت. احمد چی گفتی؟ گفتم دیگه تمام شده رفته دیگه برش میگفتی. بعد گفتی نه یه چیز دیگه هم گفتی، گفتی من صدا من دعوت میکنم، اونم گفتی نمیدونم اگه خواستن اینجا بیان میتونم بیان. خب باشه بیان برتر بسر. این تو یادته چی گفتم؟ آره گفتید که نمیخواد 50-60 پوند پول هزینه بکنید که بریم رستوران. منم احمدم برای مسئله موافقت کرد، میتونیم دور هم جمع بشید. آره ولی بازم اون احمد کاری گفت که من من زنگ خواستم، میزنم ببین، من میخوام الان تو 3 نفر بودیم دیگه، من و تو و احمد بودیم، میخوام ببینم انتقالی که، چون احمد میگه نمیدونم، فقط گفت میتونم بیام. احمد اینجور گفت من زنگ میزنم به آذر و دعوتش میکنم بیاد اینجا مسئله رو حل کن. احمد یه همچین حرفی زدی؟ من یادم آره. نیست. حالا الان این کارو میکنی؟ چه کاری میکنم؟ به زنگ بزنی به آذر بگی که بیاد اونجا. برای چی بیاد؟ خب من و خدا رو به 3-4 نفری در اونجا با هم صحبت بکنیم. اگر تمایل داشته باشن چرا نزنم؟ اگر در درجه اول تصمیم گیری با خدا هست دیگه، اگر خدا خواست داره خدا میخوای. یکی از چیزایی که صحبتایی که ما با آذر کردیم، آذر میخوای؟ آره واقعا میخوام. پس دیگه شما 2 نفر با احمد برنامه شو بذارید. من خودم یه بعد که شما نفر چهارم ایشون میمونه، حالا ادامه بدید. آره یکی آره مثلا من خودم زنگ میزنم با احمد دوتایی. اوکی. خوبه که قبول کردی، خوشحالم. یکی از نقدایی که آذر داشت این بودش که با زیبا خوش نمیگذره، یعنی خوش میگذره با مثلا رستورانی اینور و اونور و اینا رو، مثلا من میخواستم رستوران ببرم که یک خوشگذرونی هم باشه تو ماجرا. میدونی حالا نمیدونم دیگه، احمد که خیلی دوست داره غذا بپزه، غذای رستوران فرق داره با غذای خونه. خب منظورت چیه؟ منظورم که بریم رستوران به هزینه کی؟ من. خب چند نفر؟ 3 نفر من و تو و آذر. آره
مشکل می آی بابا. نه 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 من میگه من نمیام. من نمیام ولی اگه دعوت کردی بخونه دارم. آره منم میگم بخونه. من الان در این شرایط حاضر نیستم. من دارم دعوت میکنم برای کافه. آره باشه من میام ولی غذات سفارش نمیدم. برای چی الان مثلا 40-50 اویرو بدی الان این کارو بکنی؟ ما اومدیم تو رو نول اویرو صفر، تا امروز صفر اویرو بود دیگه. میخوای از اینجا به بعد دیگه خودکشی کنی با لکشری بازی؟ خیلی خب باش کاف من میتونی بیار برای ایشون. من سفارش غذا نمیدم. میشنم کافی شد. آره ببین الان احمد داره اینو میگه، اینکه قضا درست میکنی، چهار نفرم هستیم، یه اتمسفر دیگه ای میشه. پس من خودم قضا آره. میخرم و خودم درست میکنم. قضا دور بخر درست کن، ولی این هزینه خیلی بهتره. این هم یه مقدار اقتصادی تره، هم هم هزینه که دیگه به هر حال بازم تو این 4-5 روزه باز هزینه های مختلفی پیش خواهد اومد، احساساتی نشیم. وقتی این امکان هست خب غذای مورد علاقه آذر انتخاب، آذر غذا رو انتخاب بکن. باش اوکی بگذاریم. باشه باش. آره. من با تو باشه، خونه احمد باشه، خونه باشه دیگه، که فضا بازتر باشه. چیز شد حتی یه ذره مثلا خواستیم یه کم مثلا آدم به خودش یه مسائلی پیش اومد، یه فاصله میگیره میره تو اون اتاق میاد میره توی بازار دو نفر میشه میری پایین یه هوایی میخوری. بس فقط خود این حرفی هم که زده آذر فوقی درسته از این که خوشگذرونی نمیشه. بله بازی با فقط خوشگذرونی نمیشه. وقتی که شما میخوای که ببین خوشگذرونی در رابطه بازی با نابک بخشی از وجود ماست، بخشی از روابط ماست. نمیتونیم مثلا دیدی یه سری آدم ها هستن میگن خب ما حالا وکیشنمون، حالا بیا گل بکش، ماری جوانا بکش، مشروب بخور. بابا یه هالیدی ته دیگه. ما اینجوری نیست. ببین رابطه ما توی همون تفریح ما جدا از زندگیمون نیست. زندگیمون تفریح در بطن زندگی ماست، زندگی ما هم تفریحه. خب این اینو نمیان جدا کنیم که خب حالا شما الان اینو نمیدونم میگی که خب لایو نباشه فلان نباشه. خب ما اینو میپذیریم، اشکال نداره حالا لایو نباشه، مسئله نباشه. ولی این که خب به هر حال فضا رو یه فضایی بکنیم که به هر حال یه کمپرومایزی باشه که دیگه فقط هم تفچیه مثلا بشینیم اونجا آقا سفارش بدی یه دونه چایی میخوای بدی 3 اویرو بدی برای چی؟ ما اونجا میخواییم یه نمیشه. اینجا الان خب همون آب و برو بگیر، چه گوشت رو بگیر، فلان رو بگیر، همه اینا رو بگیر، پولش رو تو بده. ما هم یه بار من یه مهمونی دادم با 10 یورو مونده بودم خودشون. بودم آقا جان شما مدیریت با من انجام بدی بری 100 یورو باشه. من یه مدیریت خوب انجام میدم، هزینه‌ش هم میفرستم. حالا خودم این از این مسئله از روزش رو میتونی تعیین کنی. و اگر تو این رابطه مثلا شاید یه دفعه مثلا بگی که خب آذر افغانم بگه منم میام مثلا اگه خواست. خب میشه من اصلا به اونم زنگ بزنم. ببین خونه فضاش بازتر میشه دیگه. برای همین ببین اگر ما در مسیره الان ببین من با تو خیلی استپ بای استپ میریم جلو، احمدم همینطور. ببین الان مثلا فرض کن که میگه اینجا تصمیم اگر هدا تصمیم بگیره، خب توی این رابطه این مسئله رو با تو حق شماست. یا مثلا توی این رابطه میگه که نمیدونم من تسبیح رو به چون هدا خوشش اومد دادم، یا مثلا فرض کنیم برنامه رو با ایشون انجام میده. ببین کلیر مشخص میکنه اینجا. حالا ممکنه من نوعی اصلا ناراحت بشم یه لیوان آب بخورم، ولی تکلیفم روشنه. ببین تکلیف روشنه. هر انسانی در موقعیت خودش حق تصمیم برای روابطش کاراش داره. میدونی الان ممکنه همین مثلا احمد اجازه بده تو بغلش کنی، اجازه نده من بغلش کنم. حق اونه، حق شما دو نفره. ببین ولی
کلاره کلیره من حداقل با احمد این مسائل رو اینجوری الان قضیه با هم میریم جلو، مشکلی با آدم پیدا نمیکنه. آدم موقعی مشکل پیدا میکنه که یک جای احساس بشه بکنه که احساس بکنه که توی رابطه حق فردیش، شما دارید از حق خودتون دفاع میکنید، حق شماست. ما مالک کسی نیستیم، نه من مالک تو هم نه من مالک احمدم، ولی یه جایی حق فردی شخصی من زیر سوال بره، معلومه که وایلیستر اونجا حرکت مقابلش وایلیستر. ولی تا اینجا الان بسیار بسیار اوکیه. حالا ما بریم این مسئله، ولی بیایم در مورد مسائل دیگه که خیلی جالب بود. من از این لایو بسیار بسیار خوشم اومد به خاطر اینکه پرتسیز، حالا انگلیسیش نمیدونم، حالا خیلی ظریف دقیق و آره پرسایز، حالا یه چیز خیلی آدم انگار توی زوایا داره ضربی میذاره و این خیلی جالب. خب این از این، اگر این برنامه رو گذاشتید میتونه یک در زم بهارم که برگشت گفت نمیدونم با خدا با احمد صحبت کرد یا نه، برنامهشو کنسل کرد که اینم به نظر من خیره، چون قرار زیاد به نظر من زیاد میشد دیگه. یعنی اصلا خیلی خوبه که الان که شما تا سه شنبه میخواییم بمونین، با خدا چیز بهارم کنسل کرده، خیلی خوبه، یعنی آدم میتونه بهتر به برنامه برسه. خب برنامه خودت با آذرم که پیش میبری، به نظر من آذر افغان هم بسیار خارج از انتظار من قدم برداشت. من فکر میکردم که این استوریا رو ببینه، حتی از ذهن خودم گذشته بود که ممکنه این بیاد بگه من شکایت میکنم فلان میکنم، از ذهنم گذشته بود. نه خیلی برخوردش خوب بود، خیلی خوشم اومد از این که این به تو برمیگرده، به ارتباطی که با آدم ها و جاذبه ای که براش داری. چون من در رابطه با آذر افغان ما با هم دیگه آخرین برخوردمون یه برخورد زیاد ناخوشایند نبود، ولی خوشایندم نبود. خب یعنی طوری که دیگه برای من خیلی خوب بود، برای خودم خوب بود، یعنی ازش ممنونم برای اون برخورد نیمه چیز دیگه، همون صفرش، یعنی سعی کنه که خوش چیز نباشه. اما خارج از انتظارم بود که کارتشو بگه به تو نشون میده. آفرین، اینم خیلی خوبه، اینم یه دستاورد. و اگر این کار بشه و تو بیای برگردی بگی این اسمش اینه، اینه، به نظر من بسیار بسیار پوینت مثبت میشه دیگه، قزمان خیلی جلوتر زدی. یه چیز جالبی حالا میدونم که نوشته بودی که بعدا توی لایوات خودت صحبت میکنی و من نمیخوام زیاد بازش کنی. حالا چقدر لایو مونده من بگم اونا رو بریم؟ 48 دقیقه شده تا الان، 48 دقیقه و 36 ثانیه. خب میتونی خیلی آره همه بگو تا بعد من یه چیزی حالا مشابه این گفتی که هدا ترس های من رو داره بیرون میکشه و احمد گفت هدا پس قوی تر است. گفتی که تو آره احمد هم برگرد خوبه این مسئله واقعیته. خب ببین من توی این زندگی درمانی با وجود اینکه اولا که از اینکه پیش من زیاد نبودی خوشحال بودم. من همین آره. و این مسئله واقعا برای مثلا می اومدی بعد مثلا وقتی که دیروزم که رفتید مثلا احساس کردم که چقدر خوب شد رفتی. خب و بعد وقتی که امروز ناخودآگاه من اصلا می دیدم من منتظرم که تو برگردی، بعد می گفتم اگر این لندن بره چقدر خوبه، انگار این پروژه بسته میشه و یه وجود من یه استراحت میکنه. اما
من وقتی به خودم نگاه میکردم میگفتم خب چه چیزی برای تو داره؟ این که الان نیست، این که الان مثلا خونم نیست، ولی وجود تو در آلمان حتی منو ناامن میکرد. و این ناامنیش، بذار این چیزو باز کنم، اینو فایلش کنم که یه دفعه وسط این چیز نکنم. ناامنی هایی که ایجاد میکرد مثلا برام خیلی مهمه. دیدی گفتم بهت عکس اون موبایل رو بده، اون موبایل چی بود، با وجود اینکه تو هر وقت هر کاری گفتی انجام دادی، خب، ولی من میگفتم که وقتی موبایل به دست من برسه انگار باور میکنم که این موبایل مال من، هدیه ای تو. خب من یک بی‌اعتمادی در وجود من در تو هست. حتی احساس میکردم که با وجود اینکه یادت ازت پرسیدم گفتم که من نمیخوام، من پین نذاشتم روی موبایلم، خب، ولی ناخودآگاه حس میکردم که اصلا وجود تو اینجا یه جوری ترسای منو میاره رو. بعد میگفتم این ترسا چیه؟ از کجاست؟ چرا من از خدا احساس ناامنی به من دست میده ولی از سحر نه؟ پریشب من حتی با وحی صحبت میکردم، گفت زیبا من توی یه لایوی تو برگشتی گفتی اول سحر بعد سمیرا بعد وحی، من از این ناراحت شدم. گفتم که نخواستی بدونی علتش چیه، به جای اینکه ناراحت بشی که از اینکه چرا این مراتب وجود داره نمیخوای علتشو بدونی. گفتم نمیدونم، یه سری چیزایی هست، مثل اون موقعی که برنامه من کنسل شد، مسافرت من کنسل شد به آلمان. وقتی شب برگشتم اولش یه گریه‌ای کردم که ویدیو مسیجش هم هست. خیلی پرسیدن چرا این گریه رو کردی، بازم نمیدونم علتش، خیلی هاشو نمیدونم چرا. فقط توش حس میکردم یه ارتباطی به مهدی زارعی داره، فقط همین، در این حد. ولی اینکه چرا من اون گریه ها رو کردم نمیدونم. در رابطه با الان دارم اینجوری حرف میزنم، میخوام زبانم باز بشه، زبان روحم باز شه، میدونی، در رابطه با تو که شاید کمک بکنه به رابطه ما. امروز تو لایو امشب تونستی لایو امروز صبحانه امروز منو ببین؟ باشه، حتما. یه حس این که یه چیزی در درونم نمیدونم چیه، همش فکر میکنم یه نزدیک شدن تو به من حتی به این، یادت من گفته بودم بیای آلمان، یادت من بهت گفتم تو، من حتی برای این تو منو خیلی داری تراپی میکنی، وجودت، خودآگاه یا ناخودآگاه. تو شاید متوجه نشدی در رابطه با برخوردایی که با آذر افغان با آذر فوقی کردی. شبش یادت بهت گفتم که تو گفتی میخوام با تو حرف بزنم، گفتم ثبات صدای ما باعث میشه که نمیخوام الان وایس بدم، چون که گفتم کجا خوابیدی، دوتا عکس فرستادی. گفتم نفرت های منو به بیدار کردی، مرسی، نفرت های منو به آذر آگنس بیدار کرد، در حالی که من این نفرت ها رو داشتم. قبلش میگفتم که اوه چقدر خوب فلان. یه سری چیزایی در من ایجاد شد در رابطه با آذر افغان، در که کارت شناسایی رو مطرح کرد. چرا من قبل از این با
مطرح نکرده، چون خودم بودم مطرح نکرده. وجود تو باعث شد یه سری قیم خوری های من بیاد پایی. هنوزم من دارم قیم خوری زیاد میکنم، خیلی زیاد. یعنی وجود تو یه سری دردهای درون منو بیدار میکنه. حالا شاید گذشته منی، سیبایی، زینبی، کی هستی نمیدونم، بعد یک سری چیزایی رو در من ایجاد میکنی که هم میخوام ازت دور بشم، هم میگم نزدیک شو، چون دردهامو زنده میکنی. دردهامو زنده میکنی. واسه همین وقتی که امروز کنسل شد، گفتم، رفتم بالکن، گفتم ازت ممنونم که منو ترحم نکردی و بیشتر داری منو ادب میکنی ای هستی شعورمند. چون باید میخواستم فرار کنم. این فقط خود زیبا بود که میدونست داره فرار. به خودم گفتم که همونطور که من پین نمیخوام بدم، گفتم بیا یه بار بذارم دیگه. چرا من دقت کردی دیروز موبایلی که اومده بودی کجا بود؟ وقتی اومدم من چک کنم کجا بود؟ دم اونجا که نشسته بودیم دم کامپیوتر نبود. آخه دوتا داری، کدومشو میگی؟ ببین من موبایل تو کمد گذاشته بودم. او از تو کمد برداشتم، از تو کشو برداشتم، گفتم اگه دیدی از کشو باز کردم دادم، چون قبل از اینکه اومد بعد میگفتم این چیه، چرا من از این میترسم؟ اصلا بذار در حالتی که من دو روز وقت داشتم، اما اگه کاری میخواستم بکنم کرده بودم. بحث منطقی نیست، بحث منطق نیست، بحث یه سری چیزاست که ناامنی های درونی که اصلا این نمودشه. من همین مسئله رو در رابطه با وحید گفتم. گفتم وحید، همه میدونم من چقدر تو رو دوست دارم، خب ولی من دلم قرص نیست ازت. نه این حالتی که تو میگی رو من درک میکنم، چون اومدن من به آلمان یادت گفتم من اسهال شدید گرفتم، در حدی که به خودم میگفتم من تو رو هر جور که شده آلمان میبرم، اگه شده پوشک پات بکنم من تو رو از سر توالت بلندت میکنم میبرمت. آفا ببین من توی بخشی از منی که ازشم فرار کرد و باید تکلیفش روشن بشه، همون طوری که وقتی توی ترکیه مسافرت ترکیه‌مون من برگشتم، همون که من گیج نگاه کردم به سحر و وحید و این دوتا میخندیدن. احمد چیزه میگه؟ نه. خب زیبا الان بس داره لایف یک ساعت بس میشه، بس.